قدرمنو ملمنو د افغانستان هم بستګۍ کوم ستاسو راتګ ته ښه راغلاست وایي. زموږ هیله دا وه چې نننۍ برنامه د تېر کال په څېر د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په ازاده فضا کې د ښځو عدالت غوښتنی آواز اوچت کړو، خو د امنیتي ستونزو او لاسپوڅې دولت فشار له کبله دې ته اړ شو چې د ښځو نړیواله ورځ په دغه سرپټې تالار کې ولمانځو. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې فاسد او خلکو ضد واکمنان په څه ډول د پرمختللو او دیموکراسي غوښتونکو ځواکونو مخه نیسي تر څو غږ یې خلک وانومي. قدرمنو ملګرو، سږکال په داسې حال د ښځې نړیواله ورځ لمانځو چې د فرخوندۍ او خوشحالۍ وینې لا وچې شوې نه وي، چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې په زرګونو نورو ښځې د تاوتریخوالي او زورزیاتۍ په سور تنور کې وسوځېدلې. یوه نیمه لسیزه کېږي چې د افغانو ښځو له نوم او بدمرغیو څخه ناوړه ګټه پورته کېږي. په شعار کې د افغانې ښځې خلاصون په اړه خبرې کوي، خو په عمل کې د هېواد د هر لوري څخه د انجونو او ښځو زړه بوږنوونکي ګوکارې راپورته کېږي. په هېواد کې روانې ناخوالې یوازې د مریم، سهار، مربې، سهارګل، بیبیګل او نورو پر وړاندې په جنایت او ځناورتوب کې نه خلاصه کېږي. زمون خلک په پکتیا، هلمند، کونړ، شاه شهید او په ټول افغانستان کې د امریکا او ناټو نیواکرو ځواکونو له لوري بمبار کېږي. په ښارونو کې د طالبانو او داعشانو ځانوژنې او چاودنې د سلګونو بېګناه هېوادوالو ژوند اخلي. جګړه ماران د اربکي او ولسي پاڅون تر نامه لاندې په رسمي توګه مصالحه کېږي او د پاټک سالاري ځناورتوب دور بیا ژوندی کوي. د ارګ، طالب او داعش ترمنځ د پیشو او مږک په لوبه کې زموږ په زرګونو کلي اوسېدونکي درپدره دي. جنګي جنایتکاران او فساد کوونکي په مرکز او نخرو د واک پر څوکیو پراته دي. مذهبي او دیني اقلیتونه وژل کېږي. سانسور او د ځان سانسورولو ورځ تر بلې واکمنېږي. بېوزلۍ او بېکاري په هېواد کې کوکاري وهي. پر نشئی توکو د روږدي کسانو او د دغه ویر ځپلي هېواد څخه د ناهیلو ځوانانو د تېښتې لړۍ دوام لري. خیالي ښوونځیو، کلینیکونو او عسکرونو زموږ هېواد نیولی دی. د ولس لوټلو له لارې مافیایي دولت چارواکو ورځ تر بل څربېږي او په لسګونو نورې داسې ناخوالې. په پورته ټولو مواردو کې ښځې لومړنۍ او اسانه قربانیانې دي چې جسمي او روحي فشارونه زغمي. ګرانو خویندو او میندو، افغانستان د ښځو خلاصون او دیموکراسۍ په نامه د امریکا جګړه مار دولت او د هغې ملاتړو له لوري ونیول شو. خو هماغسې چې تمه کېده، کرغېړن او خرڅ شوي او ښځو ضد عناصر یې په پاریسي جامو سنبال زموږ د خلکو په اوږو سپاره کړل. جنایتکار او کرغېړنو بانډونو چې د کابل جګړو په مهال یې په اویا کلنو میندو او اوو کلنو نجونو رحم ونه کړ، هغو چې د ښځو له زیږون څخه یې خوند اخیسته او ځناوریز کارونه یې ترسره کړل، د نانځکو پسې د څو خاینو په ښځو په څنګ کې ناست دي او د لاسپوڅې دولت څوکۍ یې ډکې کړي دي. نن زموږ هېواد د داسې عناصرو په ولکه کې دی چې ډېری یې د ایران او پاکستان او څلوېښت نورو کرکېړنو هېوادونو جاسوسان او چوپړان دي. که څه هم په ځان پورې د ملي کلمه ټومبي، خو په عمل کې ملي ګټې د خپل بهرني بازار د ګټو قربانوي. دا د هر هېواګر ځواک خاصیت دی چې یو ولس تر خپلواکۍ لاندې راوړلو لپاره پر ارتجاعي تری، خونړیو او نوبتو ډلو او عناصرو ډډه وهي او هغه د ولس په برخلیک واکمنوي. دا هیلمن د ټاکنیزو غولوونکو شعارونو څخه یو د ښځو حقونه و. اشرف غنی هماغه وخت خپل ستونی پړسولی و او د یو شمېر ښځو پر وړاندې یې چغې وهلې. هغه دولت چې ښځو ته خوندیتوب رانوړي حق نه لري چې ځان ته دولت ووایي. هغه د خلکو غولولو لپاره خپله د یو جنسي تېرې قضیه څېړله او د قربانۍ له کورنۍ سره یې اړیکه لرله. خپله ملکه لورا غنی د کمیسیون مشره وټاکله او یو میلیون ډالري بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړه. خو معلومه نه ده چې دغه پیسې د ارګ پلوه کومې ښځې جیب ته ورغلې.
د غنی ریاست جمهوری د دوو کالو په اوږدو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سلګونو پېښې ثبت شوي. د هېواد نیم نفوس د کرزي له مافیایي دولت څخه بدتره د تاوتریخوالي کندې ته لوېدلی دی. غنی چې د ښځو له خوندیتوب څخه یې خبرې کولې، خو په عمل کې د ښځو او انسانیت اصلي دښمن راکټیار ته یې خوندیتوب ورکړ. په داسې حال چې د تنظیمونو د ځناورتوب رواني او جسمي ټپونه د زرګونو قربانیانو پر بدن لا تازه دي، له مریض امیرک څخه میلمه پالنه کېږي چې خپل کرکټن ژوند یې د ښځو پر مخ په تیزاب شیندلو پیل کړ او تر نن ورځې پورې زموږ د تاریخ له ناولو داغونو څخه شمېرل کېږي. ملګرو، د افغانستان همبستګۍ ګوند په دې باور دی چې ښځې یوازې په یووالي او نه ډارېدونکي مبارزې سره کولی شي دغه قفس مات کړي. هیڅ بهرنۍ او لاسپوڅی ځواک موږ نشي ژغورلی. باید د کوردي جنګیالیو ښځو په څېر د نیواک، بنسټپالنې او ارتجا پر وړاندې ودرېږو. په افغانستان کې د ښځو برابر حقونو خوندي کول، آزادۍ او ډیموکراسۍ یوازې د دغې خاورې سړو او ښځو په نه ستړې کېدونکي مبارزې سره شونې ده او بس. او دغه مبارزه قرباني او سرښندنې غواړي. له دغه زندان څخه د خلاصون لپاره له دې پرته بله لاره نشته. شما یاران شهیدان را به یاد خویشتن دارید، لباس رزم خون آلودشان را هم به تن دارید. درفش عراقی از خون شهیدان لاله‌گون گشته، بلندش تا به آزادی انسان و وطن دارید. یک تشکل جدی و مردمی در کشوری که در آن ستمگران و دشمنان خونی، دموکراسی و زن حاکمیت دارند، برای رسیدن به هدفش ناگزیر از قبول خطر کرده، از قربانی دادن نهراسد. مبارزانی که اهل عمل بوده، تحت شرایط دشوار میرزمند، در هیچ کشوری بدون ارزش دادن بهترین اعضا و کادرهایشان نتوانستند به هدفشان دست یابند. نیروی عدالت‌خواهی که پرچمش با خون جان باختگانش گلگون باشد، هرگز شکست نخواهد خورد. حزب همبستگی افغانستان که در سخت‌ترین شرایط علیه گروه‌های حاکم به دور از سازشکاری میرزمد، زیر حملات و تهدیدهای گوناگون قرار داشته، طی سال‌های گذشته دلتن از اعضای فعال خود را از دست داده است. لال محمد مسئول ولایتی ما در هلمند، فریده، نوراحمد و سید شیراغا و منیری در فرا، محمد عثمان و محمد ازم و به همین تازگی نور محمد از ننگرهار، امان الله و عطاالله در کنر و صفای نوجوان در پروان شهدای پر افتخار ما هستند که فعالان حزب ما از خون نجیب و خاطرات آنان نیرو میگیرند. یاد این جان باختگان را فقط میتوان با ادامه پیکارشان گرامی داشت. فریده احمدی، معلم زحمت کش و از فعالان حزب همبستگی افغانستان و تاریخ اول میزان 1392 در سن 50 سالگی هنگام که سمت شهر میرفت در مسیر رای قلاقه و مرکز فرا از سوی طالبان آدم کش و جاهل به قتل رسید. خانم احمدی در سال 1342 در قریه کوچر ولسوالی قلاقه چشم به جهان گشود. میله که عدم موجودیت مکاتب در آن زمان وی به فرا گرفتن علوم دینی نزد پدرش پرداخت. سخت علاقه داشت که آموزگار خود باشد. بناهن مزاحمات خود و فامیلش سواد ابتدایی را در خانه کسب نمود. در سال 1360 با یک روشنفکر منطقه ازدواج کرد. در همان سالها جنگ مقاومت ضد روسی اوج گرفت و این فامیل نیز همانند هزاران دیگر به ایران مهاجر شد. خانواده فریده در جنگ ضد روسی سهم فعال داشته و چندین تن از اقاربش به خاطر عقاید سیاسی و مخالفتشان با دولت خوشحالی خلق و پرچم سربنیز گردیدهاند. فقر، دوری از وطن و ادامه جنگ مقاومت ضد روسی روحیه شکست‌ناپذیری به وی داده بود و این همه مصائبی که دامنگیرش بود و برادران مبارز خود در جنگ مقاومت ضد روسی زخم بارز ادا می‌نمود. فداکاری و پشتکارش وی را به عنوان شخصیت محبوب و مهربان در بین مردم تبارز داده بود. در سال 1371 به وطن برگشت، اما دیری نگذشت که فریده و فامیلش باز هم همانند سایر مردم به علت جنگ‌های خانوانه تنظیمی با پاکستان و سپس به ایران آواره شدند. با
وی در سخت‌ترین شرایط به تربیه و آموزش اطفالش توجه لازم داشته و همچنان خود کورس‌های سواد آموزی را موفقانه در یک از کمپ‌های مهاجرین به پایان رسانیده سند فراغت به دست آورد و به زودی توانست به حیث معلم مضمون دری تدریس کند. در سال 1381 در اثر زلزله شدیدی که در شهر بامی ایران به وقوع پیوست فریده سی پسر نوجوان و دو دخترش را از دست داد و خودش نیز شدید زخمی شد که بالاخره با معلولیتش انجامید. این حادثه دلخراش و غم‌انگیز و از دست دادن جگرگوشه هایش وی را جسماً ضعیف کرده بود. اما حوادث ناگوار و شوربختی های زمانش نتوانست حس مردم دوستی را در وی جریحه‌دار سازد، بلکه به روحیه استوارش هرگز تسلیمی همان نیکبختی ها نشده و مبارزه اش ادامه داد. صبح اول میزان 1392 هنگامی که فریده به طرف شهر میرفت، موتر حامل مسافران در مسیر رای قلاقا مرکز فرار از سوی طالبان توقف داده شد. ضمن تلاشی و بازرسی بدون هیچ سوال و جوابی از فریده پای از موتر بیرون خوانده شد و در جلو چشم سایر مسافران تیرباران گردید. مبارزه پرشور فریده برای ارتقای آگاهی و سواد آموزی زنان، جاهلان و بزدل طالبی را با وحشت انداخته بود. این تاریک‌اندیشان می دانند که بیداری زنان و آگاهی مردم باعث نابودی فکری و فیزیکی آنان می شود. بنابراین با ترور و وحشت و بربریت می خواهد و جنایت و حکومت ننگینشان ادامه دهند. اما هرگز نمی توانند روحیه استقلال طلبی و آزاد اندیشی را به این نوع حملات وحشیانه بپوشد، بلکه حس انتقام جویی را در دل ملت ما شعله‌ورتر می کند. روح فریده شاد، یادش گرامی باد. حزب همبستگی افغانستان به مناسبت 8 مارچ به تمامی زنان از سرفراز دنیا که دوش آدوش مردان در سنگر مبارزه برای آزادی و رهایی میرزنند، مخصوصا شیرزنان و هم‌ماسه و آفرینان کرد که در برابر جهالت پیشگان داعش و اربابان جنگ افروزشان با آزادی خواهان سراسر جهان الهام پیروزی انسانیت در برابر ظلم، ستم و بربریت میدهند، درود میفرستیم. و با فروتنی از استادگی حماسی آنان می آموزیم. ما به خود تمامی مبارزی و قربانیان خشونت علیه زنان سوگند وفاداری یاد می کنیم و با قبول هر گونه قربانی به خاطر یک افغانستان مستقل، آزاد، دموکراتیک و یک پارچه تا آخرین لحظه می رسیم. به امید پیروزی و آزادی زنان در سراسر جهان. تشکر. که از آغاز با پای برهنه سراسری این خاک تب کرده
مترادف مفهومش در هیچ جای فرهنگ رنگارنگ شما وجود ندارد. دستهایش سفید، قامتش ضعیف که پوستش ضعیف و گیسوانش عطرآگین باشد. من یک زنم با دستهایی که از تیغ تیز درد و رنج ها زخمها دارد، زنی که قامتش از نهایت بیشرمی شما در زیر کار توانفرسا آسان شکسته است، زنی که در سینهش دلی آکنده از زخمهای جلکی خشم است، زنی که در چشمانش انعکاس گل رنگ گلوله های آزادی موج میزند. من زنی آزادم، زنی که از آغاز پا و پای رفیق و برادر دشت ها را در نوردیده است، زنی که پرورده است بازوی نیرومند کارگر دستان نیرومند برزگر. من خود کارگر، من خود برزگر. Cari compagni, siamo veramente onorate per avere la possibilità di celebrare questo 8 marzo con voi. Essere qui è per noi un grande privilegio. رفقای گرامی، ما واقعا افتخار میکنیم که موقع یافتیم تا 8 مارچ را یک جا با شما جشن بگیریم. این برای ما یک موقع بزرگ است. Il CISDA è una associazione politica italiana che sostiene la lotta delle donne afghane e dei democratici afghani dal 1999. Siamo venuti in questo paese durante tutti questi anni per sostenere i progetti e capire quale sia la situazione dell'Afghanistan. In Italia facciamo tutto il possibile per informare la gente e smascherare le bugie dei media che i media dicono sulla democrazia del vostro paese. Siamo molto dispiaciuti di vedere che nel vostro paese quello che viene chiamato democrazia è ancora la condivisione del potere tra un gruppo di fondamentalisti, i signori della guerra fondamentalista. من و دوستانم اعضای سازمان چیزدا هستیم، یک سازمان سیاسی اطلاعی که از مبارزه زنان و نیروهای دموکرات افغانستان از 1999 بدین سو حمایت میکند. از آن زمان تا به حال همیشه به افغانستان آمده ایم تا پروژه های بشر دوستانه را کمک نموده و بیشتر در مورد این کشور بدانیم. در ایتالیا ما فعالیت های مختلف را به پیش میبریم تا واقعیت های هولناک افغانستان را برملا سازیم. متاسفم که میبینیم که در کشور شما چیزی به نام دموکراسی جار زده میشود که در حقیقت تقسیم قدرت میان جمعی از جنگسالاران و بنیادگراست. Oggi, 8 marzo, le donne di 49 paesi del mondo hanno deciso di scendere in piazza per protestare e scioperare contro la guerra che ogni giorno subiscono sui loro corpi, la violenza fisica che ogni giorno uccide migliaia di donne, psicologica, culturale, economica, che rende la donna sottomessa al potere patriarcale che molto spesso si intreccia con il potere religioso. امروز 8 مارس 2017 زنان 49 کشور جهان علیه جنگی که هر روز به خاطر تسخیر آنان در جریان است اعتراض و اعتصاب می نمایند. خشونتی که آنان از آن رنگ می برند فیزیکی است و همه روزه سبب قتل هزاران زن می شود. خشونت روانی، فرهنگی و اقتصادی است که زنان را تابع نظام مردسالار می سازد که اغلب با قدرت بنیادگرای دینی گیر خورده است. افغانستان L'uso della religione per fini politici e di potere è stato devastante per le donne. Qui è stato sottratto ogni diritto e anche per la società intera. Lo sciopero generale dell'8 marzo è la risposta delle donne alla violenza strutturale della società, in famiglia, al lavoro, a scuola, negli ospedali, in tribunale, sui giornali, per la strada. و در افغانستان سوء استفاده از دین در خدمت اهداف سیاسی برای زنان و تمام جامعه کشنده ثابت شده و هر نوع حق آنان را سلب می کند. اعتصاب عمومی 8 مارچ واکنشی است در برابر خشونت ساختاری در جامعه، خانواده، محیط کار و تحصیل، شفاخانه ها، محاکم، رسانه ها و جاده ها.
Quali sono le richieste del movimento delle donne? La risposta alla violenza è l'autonomia delle donne. Senza effettività dei diritti non c'è giustizia né libertà per le donne. Sui nostri corpi e sulla nostra salute decidiamo noi. Se le nostre vite non valgono, non produciamo. Vogliamo essere libere di muoverci, vogliamo distruggere la cultura della violenza attraverso la formazione. Rifiutiamo i linguaggi sessisti e misogini. L'8 marzo non è solo una celebrazione, vogliamo che l'8 marzo sia tutti i giorni. خواستهای جنبش زنان کدام ها هست؟ رای هر بیرون رفت از خشونت خودمختاری زنان است. بدون تساوی حقوق، عدالت و آزادی برای زنان وجود ندارد. ما میخواییم در مورد وجود خیش خودمان تصمیم بگیریم. اگر زندگی ما بیارتش انگاشته شود، دست به اعتصاب میزنیم. میخواییم آزادانه از خانه بیرون شویم. ما میخواییم با کمک آموزش فرهنگ خشونت را از بین ببریم. جمعرات زن ستیزانه را نمیپذیریم. 8 مارچ فقط یک جشن نیست و می خواهیم که هر روز 8 مارچ باشد. In questo mondo globalizzato, dove il capitalismo morente lancia violentissimi colpi di coda per sopravvivere, crediamo che la solidarietà internazionale sia fondamentale. Continuiamo a costruire ponti tra di noi, a incontrarci, a sostenerci, a lottare insieme per gli stessi ideali di giustizia, libertà e pace, e non perdiamo la speranza. La solidarietà e la lotta sono l'unica soluzione. در دنیا جهانی شده که سیستم در حال مرگ سرمایه‌داری تلاش به ادامه حیاتش دارد، بدین باور هستیم که همبستگی جهانی پرارزش است. بیایید پل‌های میان همدیگر را مستحکم سازیم و با استفاده از هر فرصت با هم دیدار داشته و از یکدیگر حمایت کنیم. برای آرمان‌های یکسان ما که عدالت، آزادی و صلح است، مشترکاً مبارزه نماییم. همبستگی و مبارزه مشترک ما یگانه راه حل است. Non hanno perso speranza i compagni e le compagne del Kurdistan che stanno combattendo una durissima battaglia contro Daesh e nello stesso tempo contro lo Stato turco, dove il dittatore fascista Erdogan sta facendo di tutto per annientare la speranza di pace di un popolo negato anche nella sua lingua e oppresso da 40 anni. رفقای ما در کردستان امید از دست نداده و پیکار دشواری را علیه داعش و در این حال بر ضد دولت ترکیه و پیش میبرند. آنان بر ضد دیکتاتور فاشیستی موسوم به اردوغان میرسند که میخواهد آمال صلح ملتی را از بین برد که حتی حق تکلم به زبان مادریشان را نداشته و از 40 سال بدین سو تحت ستم قرار دارد. Per loro il confederalismo democratico prodotto da Jana è l'unica soluzione di pace per tutti i popoli del Medio Oriente. Così recita la sua Costituzione. Con l'intento di perseguire libertà, giustizia, dignità e democrazia, nel rispetto del principio di uguaglianza e nella ricerca di un equilibrio ecologico, la Carta proclama un nuovo contratto sociale basato sulla reciproca comprensione e la pacifica convivenza fra tutti gli strati della società, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riaffermando il principio di autodeterminazione dei popoli. برای آنان که فدرالیسم دموکراتیک روژاوا که توسط اوجالان ترویج کردید یگانه راه حل برای صلح در خاور میانه است. قانون اساسی آنان خاطر نشان می سازد. در راه کسب آزادی، عدالت، عزت و دموکراسی که بر مبنای اصول برابری و حفظ محیط زیست رهبری کرده، قانون قرارداد اجتماعی نوینی را اعلام می نماید که مبتنی بر زیست باهمی، صلح‌آمیز و توافق میان تمام اقشار جامعه باشد. این حقوق و آزادی های بنیادی بشر را تحفظ نموده، حق تصمیمگیری انسان ها را تصدیق می نماید. Per i compagni curdi non c'è democrazia senza la partecipazione attiva delle donne. E allora chiudiamo il nostro intervento con uno slogan che amiamo scrivere ovunque. Jin Jia Azadeh. برای رفقای کرد بدون مشارکت فعال زنان دموکراسی وجود ندارد. از این رو ما سخنرانی خیش را با شعاری که آنان در هم
کسانی که مدافعین حقوق زن هستند بسیار کم هستند، بسیار کم هستند. ولی همین مدافعین واقعی هستند، خواهرایی که، برادرایی که در این شرایط سخت در کشور مردسالار، در جامعه مردسالار، در جامعه که اصلا به زنان توجهی که باید داشته شود نمیشه، زنانی که، برادرانی که در این شرایط مبارزه می کنند، صدای خود بلند می کنند، قربانی می دهد و تسلیم نمی شود، روزی بسیار زود خواهد رسید که این مردم، این خوارا برای در واقع به خاطر مردم افغانستان به قهرمانای واقعی تبدیل خواهد شدند بسیار زود. صلاح او مینا ستری لنده کسا دماخام را تلو کوتا تیارک را وریزی وگرم بیدی او یکی سیلی شور جوڑ کن خزا دلاز پتا کیا جیگش با بحر ووتا دی اخنی سقی پزرن نووتی پتناب لامدکالی چی پوینزروی لازتون استری شیلیو پارو اسمان تی وقتر بریخنای سترگ و بریخوالی او دی تندر کرن بولی روالا جر جری نیم ود شیلی کالی را توم کرن بیرتا کوتی تن نووتا کڑکی تلن پرور کٹ باندی دی رای کرن او بی ووتا تور چه جوشی کو بیڑا دو بورا ڈک کر او دادل چه کوتی تا ولارا نو دا لگانا خوب وگمی حس کر او بدس آئے کش کرا دیگی نو اورا را کیویز چه جوشی پر کے پر او لگی بے تابا کری وا دسو مڑے تا بے وگڑا خزلے سبر کر انتظار شوا چه نموسم خان او زوی سر بے پر گڑا اوپری شی بی ووتی دلوی دروازی گڑا بے تر بکشو خوخی پر مخص وخی پا مخ را سرگند شوا چه سنگا پاسی دا نو دا خاوند کهر دک غگ واوری سپیر پان کوا خزا ولر زیدا دا دیل پارا چه دستری موسم خان وسس دکڑی او نزوی سر دا کراچه پر آن نویستو که مرست وکڑی دا وروتو تا کل وکڑ دروازا پر را خلاس شوا سر ولگی مختلی چه دیوال تا تکی وکڑی خود موسم خان لغت وبرزا ولا درندی لوری منر واحدهای مدافع زنان که بیشتر به یه پیجه مشهور هستند، واحدهای مصالح مردمی متشکل از زنان بین سینین 18 یا 40 را می سازند که در 2012 در کردستان سوریه ها ورسه وجود گذاشتند و تعدادشان به 7 تا 10 هزار زن جنگجو می رسد که شهامت و استقامت آنان سرخط اخبار جهان گردید. این واحدهای رسمی در کنار
دیگر گروه ها را به پیش بردن در عین حال مخالف دولت مستبد بشار اسد می باشند. مناطق تحت کنترل این واحد ها به شکل شوراهای مردمی که به کانتون ها و سماعت اداره می گردن و عملا هیچ دولت وجود ندارد. از سوی دیگر ارزش و شهرت این پیجی در این است که بر ضد گروه تاریک اندیش برخواستن که زن را نصف مرد نقص العقل و ابزاری برای ادفای شهوت مردان میپندارند. جمعجویان داعش وقتی با دختران شرافتمند کارت مواجه میشوند فوری از سر رها کرده پا به فرار میگذارند، چون تصور دارند که اگر به دست دختری کشته شوند و بهش نخواهند رفت. زنان پارتیزان. زنان نقش بزرگی در جنبش های ضد فاشیسم ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یوگسلاویا و یونان در جریان جنگ جهانی دوم ایفا کردند. آنان در کنار پایگاه روی روی با نازی ها در انتقال غذا، البسه، پول و اسلحه برای گروه های پارتیزانی با گذار پرخطر از بازرسی های نازی ها و یا نیروهای دست نشانده ایشان نسبت به مردان بهتر عمل می کردند. بنابر آمار ثبت شده این پارتیزان های ایتالیا از میان 200,000 تن 55,000 تن آنان را زنان تشکیل میداد. شرکت زنان در پیکار علیه فاشیسم مقام آنان را در جامعه اروپا مستحکم ساخت و با پایان جنگ جهانی دوم به خانه برنگشته فعالانه در تمامی عرصه‌های سیاسی نقش ادا کردند. زنان در جنبش انقلابی نیپال بر اساس گزارش ها حدود 1/5 تا 1/3 کمیت کردها و جمعجویان جنبش انقلابی نیپال را زنان می سازند. در هر قریه تحت رهبری این جنبش به طور حتمی یک سازمان انقلابی زنان نیز موجود است. جمعیت انقلابی سرتاسری زنان نیپال نقش ارزندهای در بسیج ساختن زنان در روستاها ادا کردند. بعد از پیمان سال برملا گردید که در میان نیروهای مسلح انقلابی 15,000 تنشان را زنان تشکیل می دادند. ارتش رهایی بخش ملی زاپاتیستا. زنان در ارتش انقلابی زاپاتیستا من حیث جنگجویان و کارمندان اجتماعی فعالند. در دهه 90 میلادی 1/3 رزمندگان ارتش مصدوم را زنان تشکیل می داد. پس از خیزش زاپاتیستا در شهر چیاپاس مکزیکو آنان قانون در ماده مختص حقوق زنان موسوم به قانون انقلابی زنان را تصویب نمودند که مشمول مسئله ازدواج، کار، صحت، معارف، مشارکت سیاسی و نظامی و تحفظ زنان از خشونت خانوادگی میگردید. در اغلب مذاکره‌های زاپاتیستا با دولت زنان نمایندگی این جنبش را برعهده دارند. حزب حیات آزاد کردستان پژاه. پژاه یک تشکل پیشرفت در ایران است که بیشتر برای احقاق حقوق ملت کار علیه رژیم صفاق آخوندی میرسند. زنان در سکوب و مسئله این حزب نقش برجسته ایفا میکنند و 40% شورای رهبری حزب را زنان رهبری میکنند. تا کنون رژیم خوناشام ایران چندین تن تا به اتهام عضویت در این حزب اعدام نموده است که از آن جمله میشود از زندیات شیرین علمپوری نام برد. جمعیت انقلابی زنان افغانستان راوا. راوا اولین سازمان مستقل و سیاسی زنان افغان است که در سال 1356 توسط مینا و چند زن روشن فکر دیگر در کابل بنیان گذاشته شد که کار برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک و تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هدفش را می‌ساخت. اولین شماره ارگان نشرات این سازمان به نام پیام زن در سال 1359 در شهر کابل به نشر رسید. فعالیت های پرشور راوا روزها و چاپیران تاخیش را سراسیمه ساخت که دستگیری ها، شکنجه و سالها زندانی شدن تعدادی از اعضای راوا را بدنبال داشت. فعالیت ها و گزارش های راوا در دوران حاکمیت بنیادگرایان تنظیمی دست پرورده CIA و سپس مستندسازی تبهکاری های طالبان زنزبید از فعالیت های راوا به شمار می رود. در 15 دسامبر 1356 مطابق 4 فوریه 1987 جواسیس خاد با همدستی حزب جنایتکار گلبودین رهبر راوا را با 2 تن از دوستانش تای توطئه به قتل رساندند. اما راهیان شهید مینا تسلیم ناپذیرتر و قاطعتر به مبارزه ادامه دادند در برابر تمامی حملات زهرآگیر تنظیم های جنایتکار
استنبول.